سلام، تو این فیلم میخوایم چند نکته رو در مورد تقسیم و ضرب بگیم که البته با وجود اینکه مربوط به دبستان هست اما فقط دانش آموزانی که علاقمند هستن شاید براشون خیلی مفید تر باشه. دانش آموزان پایه‌ای بالاتر هم میتونن این فیلم رو ببینن. چند وقت پیش توی اینترنت یه خبری بود که معلمی از دانش آموزش خواسته بود پند دفتر 3 رو حاصلش رو به دست بیاره و بگه که یعنی چی؟ میدونید ضرب گسترده عملیات جمعه. اون دانش آموز پاسخ داده بود 5 تا 15 تا و گفته بود یعنی 5 به علاوه 5 به علاوه 5. معلم چی گفته بود؟ گفته بود این غلطه، درستش 3 به علاوه 3 به علاوه 3 به علاوه 3 به علاوه 3. حالا میگید آقای رضایی این 3 5 تا 15 تا، این 5 3 تا 15 تا فرقی نمیکنه. چرا فرق میکنه؟ وقتی که ما میگیم به صورت فارسی بخوایم بگیم 5 دسته 3 تایی را نمایش دهید، چی کار میکنید؟ به این صورت نمایش میدید، یعنی 5 تا دسته هر کدوم 3 تا. و اگر بگم 5 دسته 3 تایی را به صورت زبان ریاضی بنویسید، از ابتدا شروع میکنید دیگه، 5 دسته 5 دسته 3 تایی، این تعداد دسته، این مقدار در هر دسته، 5 دفتر 3 یعنی 5 تا 3 تا، 5 تا 3 تا. این یعنی چی؟ این یعنی 3 ضرب در 5، یعنی به این صورته. اگر نمایش شکلشو بگیم 3 تا دسته 5 تایی. اگر بخوایم روی محور 5 ضرب در 3 رو نمایش بدیم و یا 3 ضرب در 5 رو نمایش بدیم باید چی کار کنیم؟ اینجا یه محور اعداد رسم میکنیم. 5 ضرب در 3 یعنی چی؟ گفتیم یعنی 5 تا دسته 3 تایی. پس اگر این صفره حاصلم که میشه با مداد همیشه جواب بدیم. میگیم این تعداد دسته است، یعنی تعداد بردار اینجا. این طول برداره یا مقدار هر برداره. طول بردار همون مقدار بردار، جایی اومده مقدار دسته. پس میایم یه 3 تا اینجا یه 3 تا اینجا یه 3 تا اینجا یه 3 تا اینجا. پس چی میشه؟ 3 6 9 طولش تا اینجا بیاد 12 تا اینجا 15. میگیم این 3 این 6 این 9 یعنی چی؟ 5 ضرب در 3 حاصل 15. این 3 ضرب در 5 یعنی بیا دوباره این 15 رو بذار، این دفعه طول هر بردار چقدر؟ 5. این یعنی 3 ضرب در 5.
طوله. حالا تقسیم اگر بخواد بشه چی میشه؟ این داره میگه 15 تقسیم بر 3 یا میگه 15 تقسیم بر 5؟ وقتی ما میگیم 15 تقسیم بر 5، نزدیکترین تعبیری که داریم یعنی 15 تا کیک بین 5 نفر، به هر نفر 3 کیک. پس 15 تقسیم بر 5 این تعداد نفرات یا تعداد دسته ها رو نشون میده. این مقدار در هر دسته، هر بردار. پس اگر من 15 تقسیم بر 5 رو بخوام نمایش بدم این میشه. و اگر بخوام 15 تقسیم بر 3 رو نمایش بدم این میشه. خیلی پیچیدش اگر بخوام کنم در سطح دبستان نیست. خیلی باید حرف بزنیم. شما اینطور در نظر بگیرید. 15 تا کیک تعداد نفر به هر نفر. اگر بخوایم خیلی پیچیده کنیم، مثلا الان نگاه کنید اینجا 69 تقسیم بر 23. 69 تقسیم بر 23. آقای رضایی شما گفتید این 69 مقدار کیک، این تعداد نفرات، بعد اگه این تقسیم رو انجام بدیم 33 تا 9 تا 69 تا به هر نفر 3 کیک. و لابد اگر این بخوایم اینو رسم کنیم، شما میگید که باید 3 تا 3 تا بیایم اینجوری تا 69 رسم کنیم که این 3 6 69 تقسیم بر 23 طول هر کدوم. اما توی کتاب اومده 69 تقسیم بر 23 رو اینجوری نوشته، تعداد و تعداد دسته به دست آورده، در صورتی که ما اینو طول بردار به دست آوردیم. کدوم درسته؟ به نظرتون کدوم درسته؟ این درسته، اینم درسته. توی تقسیم هر کدوم که راحت تر هستید میتونید در نظر بگیرید. یعنی میتونید اینو 69 کیک در نظر بگیرید، این 23 رو تعداد کیک به هر نفر، این 3 نفر یا 3 دسته. 69 گردو، 23 مقدار گردو، این 3 تعداد دسته. توی تقسیم دستتون پس بازه. اما اگر از من بپرسن، من میگم اگر نمایش 69 تقسیم بر 23 رو بخوایم از طریق محور نمایش بدیم، یعنی اینکه 23 تا دسته این 3 طول هر دسته است. 69 کیک به 23 نفر، به هر نفر 3 تا. چون اگر بخواد این مسئله در مورد کیک در نظر گرفته بشه، 69 تا کیک داریم، 23 نفر، این پس این یعنی چی؟ 3 تا کیک. کو میخواییم ببینیم تو 737 چند تا 3 تاست. 200 گرفته، میتونست 201 بگیره، 202 بگیره، حتی ما میتونیم 100 بگیریم. بذارید 100 من بگیرم ببینید چی میشه. 100 ضرب در 3 300، طولانی تر میشه. تفریق رو انجام بدیم، 437، بله این طرف بعد انجام. حالا میگم تو 400 تا چند تا، اینو باید یه جمع بذاریم. میگم دوباره تو 400 تا مثلا 200 تا، نه 100 تا، این میشه 300. تفریق رو انجام میدم،
تو 137 چند تا مثلا 40 این میشه 120 تفریق رو انجام میدم، تو 17 تا 5 این میشه 245. پس فرقی نداره. بیایم یه دونه تقسیم دیگه، 948 تقسیم بر 3 چی کار کنیم؟ من میخوام روش کتابم یاد بگیرید، فکر نکنید خیلی سخته. تو 900 تا چند تا ستاست مثلا دیگه اینو تشخیص میدید 300 تا، این میشه 900. تفریق رو انجام میدید 48. تو 48 تا چند تا ستا مثلا میگید 20 تا زیاده 10 تا، اصلا هر چی که دلتون خواست 10 تا. یادتون باشه این به این صورت 10 کن 10 تا 3 تا 30 تا 18. توی 18 تا چند تا 3 تا 6 تا اینو دیگه تشخیص میدید 1 کن. حالا اینا رو جمع کنید 6 316. اما روش های راحت، 948 تقسیم بر 3 یه رقم جدا میکنیم، 3 3 تا 9 تا 4 رو میاریم پایین، توی 4 یه دونه ستایه، 1 8 رو میاریم پایین، 6 3 تا 18 تا همون به دست اومد. میخوام شما هم پای من این تمرین ها رو انجام بدید. بریم 7374 رو تقسیم بر 7 کنیم. میایم میگیم توی 7000 چند تا 7000 تا، این تفریق رو انجام میدیم 374. با بالاترین جایگاه کار داریم، تو 300 چند تا 7000 مثلا میگیم 20 تا 30 تا 40 تا 40 تا میشه، آره دیگه خوبه 280. بالاتر هم میتونستم بگم، حالا رفتم دیگه اشکال نداره، 50 تا میگفتم بهتر، اما اشکالی نداره، فقط طولانی تر میشه. این قرض میگیره 17 میشه، این میشه 9. توی 94 تا مثلا 10 تا 12 تا، اصلا میگم 10 تا، بعدا دوباره ادامه میدم. 24 تا، توی 24 تا این دیگه میشه دیگه 3. 21 3. بریم از روش خودم، 7374 تقسیم بر 7، 1 7 3 رو میاریم پایین. آها اینو هنوز جمع نکردم، 3 5 این شد خارج قسمه، 3 رو میارم پایین نمیخوره، یه صفر میذارم، 7 رو میارم توی 37 4 5 میبینید همون شد. یه دونه دیگه تمرینم حل میکنم، بقیهش با شما. کدوم این خوبه؟ طولانی تره. 3247 تقسیم بر 5. توی 3000 تا چند تا 5 تا؟ توی 3000 تا اگه بگیم 600 تا درسته، میشه 3000 تا. تفریق رو انجام میدیم 247، همه رو میاریم پایینا. حالا توی 200 تا مثلا تشخیص میدیم 20 تا 30 تا 30 تا 150 تا، میتونستیم 40 تا بگیم آره، ولی حالا من میخوام طولانی بشه. ببینید 5 از 4 نمیشه 14، این میشه 1 میشه 9. 97 20 تا زیاده 10 تا 15 تا، 75 تفریق 4 تا 5 تا 20 تا. میبینید یک کان بعد بره اینجا نذارید، 2 اینو جمع کنیم 5 9. دیدید؟ متشکرم.